درود و سلام بر همه علاقمندان محترم برنامه زیبای اسرار معرفت. امیدوارم در هر گوشه و کنار دنیا که هستن در حفظ و امان خدا انجلشون و صحت و سلامت بسر برین. برنامه امروزی ما پیرامون ابعاد معرفتی و معنوی فصل بهار و نوروز است. امیدوارم از مطالب ناچیزی که در این رابطه خدمت شما تقدیم میکنم مستفید و مستفید شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. فذکرونی اذکرکم و اشکرو لی ولا تکفرون. خدا جل شانو میفرماید که پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و نعمت هایم را سپاس گویید و ناسپاسی نکنید. درود بیکران خدا جل شانو بر روان مقدس و مطهر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی خاتم انبیا و آل و اصحابش باد. سخن خود را در رابطه به بهار از حضرت حافظ رحمت الله علیه آغاز میکنیم که میفرماید آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود، آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. چه جورها که کشیدند بلبلان از دی، به بوی آن که دیگر نوبهار باز آید. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بس گل بدمد و تو در گل باشی. و حضرت مولانا بلخ نیز مثل دیگر عرفا در رابطه با فصل بهار سخنهایی داره که دو غزل خدمت شما عرض میرسانم. میفرماید که آمد آن بت میخانه تا خانه برد ما را، آمد آن بت میخانه تا خانه برد ما را، بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. بت میخانه منظور از بت طبعا معشوقش است که خدا انجلشون است و میخانه هم قرآن است که پیام این معشوقه برای بشریت آورده، برای مولانا و مولانا از او استفاده کرده و این پیام ما را متوجه بهار میسازه و تجلیات اسماء و صفات الهی ما را دوباره به طرف خدا انجلشون او رهنمایی میکنم. گر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا، تا که بهار جانها تازه کند دل ترا. بهار پیام رفع ملولی و غمگینی و موسم خوشحالی و تازگی جانهاست. تفکر در بهار روح را از خزان زدگی نجات بخشیده و دل را تازگی می بخشد. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را، از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را. یعنی بهار هم پیام سلامتی و شادابی و تازه کننده جان هاست. بهار آمد، بهار آمد، رهیده بین اسیران را، به بستان آ، به بستان آ، ببین خلق نجاتی را. یعنی بهار که میاید، بهار با خود پیام آزادی را میاره. یعنی موجودات از اسارت زمستان سرد و حالت افسردگی و مردگی نجات میابند و پیام آزادی بر انسان است از غفلت از یاد خدا، چون یا بگویم انجماد معنوی که در زمستان به وجود نیاید و انسان با تماشای رویش گلها و دیگر نباتات و زنده شدن دوباره موجودات متوجه جمال و کمال خدا انجلشون رو میشه و به یاد خدا هم میفته. حضرت علامه اقبال رحمت الله علیه در کتاب باسازی اندیشه دینی در اسلام با نقل قول از یک مستشرق غربی به نام مکس هورتن می فرماید که روح اسلام آنقدر پهناور است که باید گفت عملا مرز نمیشناسد. اسلام با استثنای عقاید ملحدانه همه اندیشه های قابل پذیرش ملل و پیرامونش را جذب و آنها را در جهت خاص توسعه و تکامل خویش به کار گرفته است. این مفهوم بسیار عمیق برداشت این مستشرق غربی است که مسلمان ها چگونه از عقاید و اندیشه ها و ایدئولوژی های دیگه دنیا استفاده کردن و او را در جهت توسعه امور اسلامی و پیشرفت ترقی خود به کار بردن. در این اواخر از جانب بعضی ها فتواهای حرام بودن تجلیل از نوروز صادر میشه.
البته بنده قصد ندارم که فتوای صادر کنم، یا اینجا ننشستیم و مفتی نیستم که در رابطه کنم فتوای صادر کنم، ولی از دیدگاه معرفت اندیشانه تحلیل از نوروز و فصل بهار را خدمتتان به عرض میرسانم. انشاءالله چیزی نخواهم گفت که مغایر یا خلاف با شرع اسلام باشه. البته یک نقطه را پیشنهاد میکنم و توصیه میکنم برای همه عزیزانی که برنامه ما را تماشا میکنن، پیش از اینکه کورکورانا و بسیاری مسائل زندگی مهر حلال و حرام را بزنیم، باید اندکی به مسائل خیلی حاد در جامعه خود نظر بیافکنیم که در کشور بلاکشیده ما چی میگذره. روزمره به چشم سر مینگریم که صدها و جرم و جنایت و حق تلفی، دزدی، قتل و خونریزی و امثال این جنایت که از ایتای شمار بیرون است جلو چشمان ما صورت میگیره، ولی هیچ کسی نیست که علیه این جنایت اقدام کنه و یا حداقل فتوای حرام بودن را صادر کنه. ولی در مسائلی که در او ارتباط کدام مثل فصل بهار که کدام سندی در متون اسلامی دریافت نگردیده باشه، فتوای حرام و کفر را صادر می نمایند. امروز جهان از نظر علوم و فنون و تکنولوژی و صنعت خیلی ترقی کرده، دیدگاه ها متفاوت شده، مسلمان ها هم و خصوص علما نیز ایجاب میکند در دید خود اندک تغییر وارد نمایند، چون در این اثر نمیشه که به هر پدیده هستی با یک عینک متحجرانه نظر کرد. البته دین از نظر عرفای ما معرفت است، بخصوص علام اقبال، مولانا فیضانی و همچنان مولانا بلخ، اینها همه در اشعارشون اگر بخوانین اشاره میکنن که دین معرفت است. چنانچه علام اقبال در یکی از اشعار خود میفرماید که دین مجو اندر کتب ای بی خبر، علم و حکمت از کتب، دین از نظر. یعنی علم و حکمت در کتب، از کتب را بر عقل بزن و عقل در علم میتونی بیاموزی، هر نوع علمی باشه، علم دین باشه، علم ساینس باشه، تکنولوژی باشه، جامعه شناسی باشه، روان شناسی باشه. اما معرفت از نظر حاصل میشه، یعنی با نظر ما پرتوی از کمالات خداوند جل شأنه رو و همچنان پرتوی از جمال خدا را در نظام آفرینش در چهره های موجودات میبینیم و از او ما خالقش یا آفریدگارش میشناسیم. و در مورد کسانی که چنین فتاهای خشک و بی‌معنی را صادر میکنن و یا سخن دراز میکنن و لذت نظر به امت مسلمان نمیبخشن که از او معرفت خدا جل و شانه کسب کنه، اقبال رحمت الله علیه میفرماید که گذر از آن که ندید است و جز خبر ندهد، گذر از آن که ندید است و جز خبر ندهد، سخن دراز کند لذت نظر ندهد. اگر به تاریخ فرهنگ اسلام نظر افکنیم، از همان آغازین روزهای ظهور خود آیین مبارک اسلام کثیر از فرهنگ‌های جوامع عرب را در خود هضم کرد و به او صبغه اسلامی بخشید. چنانچه در دوران جاهلیت شاعری در وصف بت‌ها و بزرگان قریش رواج داشت که خداوند در قرآن در این مورد به پیغمبر خود گفت که در مورد البته شاعرها را مخاطب می‌سازد که شیاطین به کسان فرود می‌آید که اونا دروغگو و گناهکار هستند و به این شیاطین گوش فرا میدهند و از اونها و شیاطین چیزهای رو به اونها القا میکنند. و چون شعرهای جاهلی مطالب را که از وسواس شیطان میگرفتند، این را علیه اسلام و علیه مسلمانان و ترقی مسلمانان به کار میبردند، شعر سرایی میکردند. یکی از صحابه که او نیز شاعر بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله که این وضعیت را دید به او اشاره کرد که حالا نوبت تو است که همان گونه به جوابشان بپردازی، یعنی با شعر پردازی بر علیه از اونا مبارزه کنی. به همین ترتیب شعر و شاعری در میان مسلمان ها از صدر اسلام آغاز شد و بخصوص در میان عرفای اسلام که فرهنگ زیبای ادبی را و عرفانی را حفظ کردند، البته در چوکات توحید و معرفت و معنویت رواج بسیار زیاد یافت که امروز قسمت اعظم فرهنگ عرفانی و معرفتی اسلام در آثار عرفای اسلام است.
و همچنان اعراب بت پرست حیوانات اهلی خود را در پای بت های یا خدایان ساخته دست خود قربانی میکردند. خداوند جلشون رو عملش های مشرکانشان را منع کرد و اونها گفت که اگر قربانی میکنین صرف برای رضای خداوند جلشون رو قربانی کنین و با گوشت و فقرا و مساکین را تغذیه کنین. همچنان بعد از مناسک حج در جاهلیت رسم بود که بعد از تمام کردن عمل حج ساعتی در منا توقف کرده و در اونجا با خواندن شعر و نثر ادبی و در وصف پدران خود میپرداختند و نام پدران خود را به نیکی افتخار یاد میکنند و برای دیگه خود فخر فروشی میکردند. چنانچه خداوند جل شانه او را در یکی از آیات قرآن عظیمشان یاد میکنه، سوره بقره آیه 200: پس آنگاه که اعمال حج را به جا آوردید همان گونه که پدران خود را یاد میکنید بلکه بیش از آن خدا را یاد کنید، که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، گفته که یعنی به جای ای که پدرانتان را یاد کنید خدا را یاد کنید، یعنی امو فرهنگ از را تقلیب داده و در جهت توحید به کار برد. البته دامنه اسلام آنقدر وسیع است که تا وقت موضوع شرک در نیات و عمل و قول مطرح نباشد، همه عادات و رسوم و فرهنگ های مثبت مردم را میتواند در دامان خود پرورده و سبقه اسلامی ببخشد. در فرهنگ اسلامی آرزوهای نیک به دیگران نمودن نشانه از مثبت اندیشی یا پوزیتیویسم و خوشبینی یا اپتیمیسم آیین مبارک اسلام است. از بهترین روش های رفتار اخلاقی در اسلام سلام دادن است. وقتی به کسی میگوید که سلام بر شما، به این معنی است که برای شما آرامش سلامتی جسمی و روحی آرزو میکنم. همچنان وقتی سال نو را یا روز نو را به دیگران تبریک عرض میکنم، به این معنی است کلمه مبارک از ریشه برکت اخذ شده و به طرف مقابل با یک تبریک گفتن سال نو را و روز نو را پر از برکات و نعمت های مادی و معنوی از خداوند آرزو میکنین. و تعبیر دیگر، سال نو شما را خداوند پر از برکات و نعمت های مادی و معنوی گردانه. متاسفانه دیدگاه ما آدمیان خیلی غافلانه است و به جهان و پدیده های هستی با او نگاهی که منظور نظر آفریدگار هستی است نمی نگریم، یعنی چیزی که خداوند جلشون در قرآن مطرح کرده. البته در عصر اطلاعی جهان اسلام بیشتر مسلمانان با یک دید خداگونه و جهان و پدیده های هستی و وجود خود انسان می نگرستند، چنانچه از آثار هنری و علمی و ادبی و عرفانی آنها هویداست که آنها چی دیدگاهی داشتند. ولی با رکود ترقی اسلام در عرصه‌های مختلف زندگی و با ظهور رنسانس غرب و انقلاب سلطی اروپا و تکنولوژی و سکولارایزیشن سیستم های تعلیمی تربیتی و تقسیم دنیا به دنیای قدیم و دنیای جدید توسط دانشمندان مدرنیته و جدایی دین از علم و سیاست توسط غربی ها، دیدگاه ها و جهانبینی ها کاملا تغییر نمود. ظهور رنسانس و انقلاب صنعتی پدیده روشن فکری را نیز با خود داشت که پدیده روشن فکری را با خود برمغان آورد که توأم با یک دید ماتریالیستی بود و جهان اسلام نیز تحت تاثیر این دیدهای ماتریالیستی آن دید عرفانی و معرفت اندیشانی خود را به طاق نسیان سپرد. مثلا امروز مردم به طبیعت و مخلوقات طبیعت و وجود انسان، آسمان و کهکشان ها و عظمت کائنات از یک دید توحیدی یا عرفانی نمی نگرند، چنانچه دانشمندان عصر اطلاعی اسلام می نگرستند، چون آن دیدگاه مربوط دنیای قدیم بود، یک دیدگاه دینی و معرفت اندیشانه که خداوند در قرآن برای مسلمانان توصیه نموده بود. و دنیای جدید و مدرن یعنی ساینس و تکنولوژی که محصولات جهان غرب از صنعت و محصولات عصر چون هواپیما، ترن های سری و سیل، موتر های کمپیوترایز و انواع کمپیوترها، تلفن های موبایل، سلاح های هسته‌ای، کیمیاوی، بیولوژیکی و ادویجات مدرن و بیمارستان های مجهز، دانشگاه های مدرن، اقتصاد و سیاست و دموکراسی و احزاب، پارلمان و غیره.
افکار مردم متاسفانه امروز بیشتر به این محصولات و مدیریت مشغول است و به توصیف آن میپردازند. نباتات را که برایشان هم اکسیژن تولید میکند و هم غذا، کسی نه به آن تفکر میکند و نه به خالقش میاندیشد و نه در مورد چگونگی خلقت حیوانات میاندیشد تا از طریق مشاهده و مطالعه جزئیات ساختار و وجود آنها جمال و کمال خالق متعال درک کرده و معرفت لازم را به دست بیارد. با همین دلیل جناب علامه سیف فیضانی با احیای مجدد تفکر دینی به انسان امروز یا معاصر آن دید الهی و معرفت اندیشانه را می بخشد تا با مشاهده پدیده های هستی با یک دید عرفانی به معرفت و قرب الهی که مقصد حقیقی حیات انسان است برسد. چون علوم مادی به انسان یک جهانبینی کاملا مادی بخشیده، از این رو از دید ابعاد معرفتی و معنوی انسان و جهان و جهان هستی محروم گردیده. چنانچه حضرت مولانا بلخی رحمت الله علیه تقریبا 1000 سال پیش فرموده که چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید؟ یعنی شما طرف ماده و مادیات روان هستین، ماده پرست هستین، محرم راز جان یا عالم روحانیت جمادات چگونه شوین؟ چگونه از معنویات پی ببرین یا از معرفت الهی آگاهی حاصل کنین؟ از جمادی عالم جانها روید، غلغل اجزای عالم بشنوید، یک بار از این عالم ماده و ماده پرستی براین و طرف عالم جان، عالم روح براین. فاش تسبیح جمادات آیدت و اساسه تأویل نر بایدت. همین که خدا جل شانه در قرآن می فرمه که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی به پاکیات میکنن خدا جل شانه آنچه در آسمان ها و زمین است. این تسبیح جمادات یعنی تمام موجودات که حتی یک سنگ هم تسبیح میکنن، ما او را شنیده نمیتونیم یا دیده نمیتونیم. این مولانا میگه که اگر شما به طرف عالم جان برین، یعنی روح خود را تقویت کنین، حواس روحی تان فعال گردد، در اون صورت که شما این تسبیح جمادات را فاش مشاهده میکنین یا درک میکنین و وسوسه تعویل شما را نمیرباید و گمراه نمیکنند. چون ندارد جان تو قندیل ها بر بینش کرده ای تعویل ها. جان تو یعنی روح تو او نور و فراست و بصیرت معنوی را نداره، به این دلیل به هر بینش تحویل های کرده و دلایل تراشیده. تفکر یکی از عبادات متروکه قرآن عظیم شان است که و پایمانه ای که خدا جلشون در رابطه در قرآن تاکید کرده، در رابطه به هیچ عبادت اقدر تاکید نکرده. مثلا خود جناب علامه سیف فیضانی می فرماید که بیش از 2000 آیت در رابطه به عبادت تفکر و معرفت خدا جلشون در قرآن نازل شده، که البته این رقم می بسیار بزرگ اهمیت و ارزش عبادت تفکر را نزد خدا جلشون نشان می ده. یعنی تفکر است که مؤمنین را یا مسلمانان را می تواند در هر دو بعد دینی و دنیوی به ترقی نائل گرداند. طوری که یک اسم خدا جلشون هو الظاهر جل جلاله است و این ترتیب یک اسمش الباطن جل جلاله است. با اسم الباطن خود اگر ما تفکر میکنیم در خدا جل شانه در ضمیر کائنات حضور داره. به مصداق آیه قرآن عظیم شان که خدا جل شانه میفرماید که الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. وقتی که انسان تفکر میکنه او نور شبیه از نور دنیوی نیست، نور مادی نیست، بلکه نور است که من حس یک فیض از تفکر معرفت اندیشانه به قلب انسان یا به روح انسان میرسه و او را تقسیم میکنه و آثارش انسان در قلب خود احساس میکنه که چه حالت به انسان دست میده در اثر تفکر. و با اسم الظاهر در صورتهای ظاهری و مادی ممکنات عالم یعنی موجودات به اشکال و صور متنوع تجلی نموده و به انسان بصیرت و نیروی عقل و استعداد تحقیق را عنایت کرده تا با مشاهده این همه تنوع صورتها و اشکال مخلوقات و با کار بردن نیروی عقل در باطن و ظاهری مخلوقات تعقل و تفکر نماید، اسرار علمی طبیعت حیوانات و وجود خود انسان کشف نماید و بیندشد که آیا این همه مظاهر علم یعنی کمال
و زیبایی یعنی جمال از کجا منشأ گرفته، آفریدارش کی است. بعد این وسیله با آفریدگار هستی معرفت حاصل میکنه و ناگزیر به اوامرش تسلیم میشه، چون قدرت به اکران خدا جل شانه و حضور خدا جل شانه در تمام کائنات حس میکنه، درک میکنه. و ارتباط ناگزستنی با حضرت و تعالی جل شانه قائم میکنه تا سعادت دو جهانیش تامین گردد و از بارگار الهی به ترتیب رحمت به اکران خدا جل شانه شامل حالش میشه و منافع بیشتری برش میرسه، که به قول حضرت مولانا که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شعر به تصویر کشیده، میفرماید که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه بر بندگان تا جودی کنم. یعنی من خلق نکردم که کدام سودی منفعتی بر ما برسه. سود منفعت کسی میبره که او نیازمند باشه، خدا جل شانه بی نیاز است. یک اسمش ذات الصمد است، یعنی نهایت پر، که به هیچ چیز نیاز نداره و همه به او نیازمند هستند. خلاصه در تفسیر الحمدلله رب العالمین در سوره فاتحه گفتن که جمله حمد و ثنای خدا خدای راست که پرورش دهنده عالمیان است. اسم الرب جل جلاله معنی کثیر را احتوا میکند، چنانچه بعد از خلقت مخلوق تمام امور که جهت بقای حیات و رشد و نموی مخلوقات به کار میره همه در شمار پرورش می آید، ربوبیت خدا جل شانه میره و این پرورش تا دم آخر که مخلوق این جهان فانی ترک میگوید ادامه مییابد. از ترکیب عناصر گرفته، عناصر خاک گرفته، تا ایجاد مرکبات عضوی و غیر عضوی، تا تهیه رزق و ایجاد حجرات و انساج و اعضای بدن موجودات، هم از نباتات، حیوانات و انسانها، و رشد هر موجود از یک وضعیت ناقص تا سرحد کمال و نگهداری آنها از آفات و بلیات و تداوم حیاتشون، همه در شمار پرورش میره. یعنی ما اگر لفظ عرب تحلیل میکنیم از او کتاب ها پرخواد شد. اینجا مختصرش ما بیان کردیم. مثلا در بطن مادران حیوانات و انسان چگونه بدن چوچه حیوان و انسان از دو حجره ترکیب شده و چگونه به تدریج از یک حالت بیشکلی به یک صورت منظم حیوانی و یا انسانی در می آید یا نباتی. مثلا از یک خسته چگونه یک گل بسیار زیبا یا یک میوه بسیار مزه‌دار و مغذی حاصل می شه، یا در داخل یک تخم پرنده چگونه یک پرنده بسیار زیبا وجود می آید، در حالی که دست هیچ پدر یا مادر در رحم مادر رسیده نمی تونه کنجا او را تصویر کشی کنه یا به او شکل صورت ببخشه یا او را پرورش ببخشه، و دست هیچ حیوان در بطنش نمیرسه که در رحمش که چوچه خود را در اونجا شکل صورت ببخشه پرورش. پس چه کسی این کار را میکنه؟ چه کسی او را در بطن مادر پرورش میده یا در داخل تخم پرورش میده؟ یا وقت تخم نباتات را در زمین بذر میکنیم که در سوره واقعه ذکر شده، دیگر هایش میکنیم و هیچ دهقان، دست هیچ دهقان و هیچ باغبان با او نمیرسه که در دل خاک به او شکل صورت ببخشه یا رشد و نمو ببخشه. پس چه کسی او تخمه را به نبات کامل مبدل میکنه؟ طبعا خدا جل شانه رب العالمین یا خالق و پرورش دهنده عالمیان. لفظ عالمین جمع عالم است و در برگزیده عالم بشر، جن، ملائک و همه مخلوقات روی زمین، هم از نباتات، حیوانات، انسانها و جمله کائنات و مخلوقات فضایی که ما از آنها آگاهی نداریم. اینجوری خدا جل شانه از خاک در وجود نبات گامیت های مذکر و مؤنث را خلق میکنه و از تزویج آنها نبات جدید را به وجود میاره که به نحوی از آنها در خدمت انسان قرار میداشته باشه. دوستان عزیز، اینجا حال تفسیر عرفانی و معنوی از حلول سال نو و بهار نو را حضور شما فرهنگ دوستان تقدیم میدارم. و پیش از اینکه در رابطه چیزی بگویم، ما میخوایم که در رابطه با دو فصل پیش از بهار که فصل خزان و زمستان است، هم یک نکاتی را خدمت شما به عرض برسانم که البته مظاهری از جمال و کمال خدا جل شانه در این دو فصل هم هست که توجه شما را جلب میکنم و امیدوار هستم خسته کن نشه برتان. خزان نماد پیری و از دست دادن تازگی و طراوت جوانی، نشانه اندوه و غم و زردرنگی و رو به سوی کوچ نمودن از این جهان فانی است.
آنچنان که در فصل خزان تنه درختان شادابیت و جلونمایی حیاتیت خود را از دست می دهد یا می بازد، تن انسان نیز با فرارسیدن فصل پیری جوانی، شادابی و قدرت و توانایی جسمانی خود را از دست می دهد. و با فرارسیدن مرگ یا جدا شدن روح از بدن، همانند درختان افسرده بیرو و خوش باقی می ماند. با این هم فرارسیدن فصل خزان و تغییر رنگ سبز برگ‌های نباتات تا سرحد پژمرده شدنشان مظهر یا مظاهری از تصرف و کمال جمال خداوند جلال شانه است که با یک امر کن فیکون، با فاصله گرفتن تدریجی زمین از خورشید و متوقف شدن عملیه فوتوسنتز نباتات رشد و نمای خود را متوقف می سازند که در اثر او تغییر رنگ ها در برگ ها در برگ های درختان با وقوع می پیوندد و زیبایی خاصی را به طبیعت می بخشد. این رنگ آمیزی نباتات در فصل خزان نیز نماد جمال حضرت حق تعالی نقاش ازل است که در این فصل تجلی می کند. بالاخره برگ های نباتات رنگ خود را کاملا از دست داده و شروع به ریختن می کند و در نتیجه درختان به خواب زمستانی فرو می رود. شما و تصویرهای از خزان در اینترنت مشاهده کنین که چه زیبایی را انعکاس می‌دهد خزان بر ما. شما که تا نقاشان چیره دست از او تقلید میکنن و میخواین که مطور تصویرهای را نقاشی کنن و قیمت گزاف به فروش برسانن. زمستان که در اثر فاصله گرفتن بیشتر زمین از خورشید و سرد شدن هوای زمین به وجود میاد، نماد جدایی روح از تن، جامعه سفید رحلت به بر نمودن، فصل افسردگی و اندوه و نابودی حاصلات روی زمین است. ورود زمستان نتیجه کمال خداوند است و منافعی که در سرمای زمستان نهفته است ناشی از جمال خداوند جل جلاله. یعنی زمستان به منفعت نیست، چنانچه سفیدی برف یک زیبایی خاص خود را دارد. اگر دقت کرده باشین چه در روز و چه در شب، با خصوص وقت پرتوی از نور خورشید و یا چراغ بالای برف میتابد، انعکاس نور از ذرات برف یک زیبایی خاصی به طبیعت میبخشد که این زیبایی نیز پرتوی از جمال خداوند جل شانه است. در ضمن اگر به کریستال ها یا ذرات برف زیر میکروسکوپ متوجه شده باشین، نه تنها تناسب و نظم دقیق را در ذرات برف مشاهده میکنید، بلکه زیبایی دیزاین هر ذره حیرت انگیز است. یعنی یک ذره برف، یک کریستال برف دیزاینش با کریستال دیگر شباهت نداره، کاملا متفاوت است. یعنی دیزاین های مختلف است. اینطور نیست که مثلا چندین تا کریستال ببینید اونها همشون یک شکل داشته باشن، حتما تفاوت های در بینشون هست. وقتی انسان به این زیبایی ها برخورد میکنه، باید بیندیشد که این همه زیبایی از کجا ناشی شده و چه کسی آن را خلق کرده. وقتی یک اثر هنری، یک نقاش چیره دست را میبینیم، زیبایی و کمال و هنرمندی او ما را به حیرت میافکنه و میپذیریم که این اثر هنری نتیجه یک سلسله فعالیت های هنری یک مصور یا نقاش است که ثابت کننده کمال هنرمندی و استعداد نقاشی و اندیشه زیبا و با جمال اوست که در این اثر نقاشی به تصویر کشیده شده. همه که میپذیره زیبایی که در دیزاین کریستال های برف دیده میشه و یا دیگر موجودات دیده میشه، نیست ثابت کننده نقاش ازل است. یعنی پرتوی از جمال و کمال خداوند جل شانه است که در این موجودات به این شکل بر ما انعکاس یافته. اگر ما از ذات آفریدگار هستی و کمال و جمال آن حضرت انکار میورزیم و بگویم که دیزاین ها در کریستال های برف خود به خود یا روی تصادف خلق شده و یا دیگه موجودات همچنان روی تصادف خلق شده، پس منطقا درست خواهد بود که بگوییم اثر هنری نقاش هم روی تصادف ایجاد شده و از وجود نقاش کاملا انکار کنیم، که منطقا هیچ عقل سلیمی نمیتونه استدلال ما را بپذیره. خلاصه دیزاین ها یا طرحهای هندسی یا جیومتریک کریستال های برف ناشی از کمال مهندسی خداوند است و موسم زمستان نیز با وجود که هوای سردش ناخوشایند است، فواید زیادی برای انسان و طبیعت و دیگر موجودات را در بر دارد که فعلا جای بحث او مسائل نیست. بالاخره فصل زمستان هم
به پایان میرسه و جای خود را به فصل زیبای بهار یا فصل حیات مجدد عوض میکنه. دوستان عزیز، اینجا یک وقفه میگیریم و دوباره خدمتتون حاضر میشین، با ما باشین. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Faizani International is proud to present the first of its 2021 hour-long webinars on Zoom. Please join us for a one-hour event featuring two teachers from Faizani International. Speaker Omar Fershouri will be presenting a historical analysis of the influential scholar and national treasure, Maulana Faizani, and his efforts in providing stability and guidance during Afghanistan's turbulent past. Our other speaker, Muhammad Shaddu, will provide meaningful insights regarding the Islamic approaches to spiritual globalism. What is Islam's role, and what are its teachings when it comes to functioning in a global society? By Brother Shaddu, we'll explore these ideas and more. So please, come join us on Zoom, Saturday, March 27th at 1 p.m. Central Time or 11 a.m. Pacific Time for an exploration of these timely and meaningful topics. Jazakallah khairun. مذهب زنده‌دلان خواب پریشانی نیست. از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کل چه انسان لبهش سخد از مکه خاورین کره تراواره و سرگردانه شو، نو لگن شمیر مادی، معنوی، اقتصادی، ټولنیز و فرهنگی او داس نور و اړتیا و سر مخامخ شد. و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. لنیک مرغ ده هغو طول و چیرن و پلتن و دلاستراولن و مجموعه ده اسرار معرفت در زخناک اخپروانه پا منظم و دیویدیگانو که ده پیجندل شوی لور متفکر او تقرم و بلغ استاد معتصم بلا مذهبی پا عارفانه او لشور و زوگ نردک و وینا و خبرو که لپای نتر پای پوری ترتیب او زای پزای شوی بید. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می خواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر می خواهیم جواهر گم شده ی گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847-305-2806، در کانادا 416-305-4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700-260-833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارین شوید. اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. با سلام مجدد خدمت دوستان عالی قدر، مطالب را ادامه میدیم که فصل خزان و زمستان را خدمت شما به عرض رساندیم و بعد معرفی شد تشریح کردیم. اکنون نوبت بهار میرسه. حضرت خداوند تبارک و تعالی با فرارسیدن فصل بهار آبهای یخبسته را که در ذخایر طبیعت در گوها جمع شدند آب نموده و سرزمین های خشکیده و سرمازده از طریق دریاها و جویها سرازیر میکنند. قسمت را با عمل تبخیر به فضای آسمان به شکل ابر می کشاند تا بر زمینی که خود خداوند جلوش اراده نموده ببارد و همه جانداران را از خواب زمستانی بیدار کند و یک بار دیگر زمین مرده را بجنباند و زنده کند.
و پرتوی از جمال و کمال خود را جلو چشمان انسان به نمایش بگذارد. به همین دلیل است که جناب علامه سید فیضانی این دنیا را نمایشگاه یا نندارتون جمال و کمال خدا انجلاشون نامیده است، که یک اصطلاح بسیار قابل پذیرش و یک اصطلاح یک نام بسیار زیبا انتخاب کرده جناب فیضانی صاحب. نندارتون یعنی لغت پشتو است به معنی نمایشگاه. و در سوره رعد آیه 34 خدا انجلاشون این معانی را در رابطه با بهار اشاره میکند که و هوست کسی که زمین را گسترانید و در آن کوها و رودها نهاد و از هر گونه میوه در آن جفت جفت قرار داد، روز را به شب میپوشاند. قطعا در این امور برای مردمی که تفکر میکنند نشانه های وجود دارد و در زمین قطعاتی از کنار هم و باغهای از انگور و کشتارها و درختان خرما، چه از یک ریشه و چه از غیر یک ریشه، که با یک آب سیراب میشوند و با این همه برخی از آنها را در میوه از حیث مزه و نوع و کیفیت بر برخی دیگر برتری میدهیم. بیگمان در این امر نیز برای مردمی که تعقل میکنند دلایل روشنی است. عین مفاهیم را حضرت سعدی صاحب شعر مشهور خود آورده که ابر باد ما و خورشید فلک در کارند، تا تو نان به کف آری و غفلت نخوری، این هم از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. و اما بهار نماد بعث یا زنده شدن دوباره بعد از مرگ است، تولد جدید، تحرکیت، شادابیت، جوانی، تراوت و تازگی و سرور و شادمانی است. بهار مظهری از مظاهر بشت برین خدا انجلشون است که میخواهد با تماشای این همه زیبایی های طبیعت از آن مکان مقدس یادآوری نمایه. روز اول بهار، روز نو، آغاز زندگی نو، روزی که باید همه از بارگاه الهی استقلال، امنیت، صلح و آزادی و خوشبختی را و سرزمین ما استدعا نماییم و صحت و سلامتی و عزت و آبرو را به هموطنان خود تقاضا کنیم. تجلیل از بهار، این موسم رویش و پرورش و تجلی زیبایی هایی که طبیعت در خود مستور داشته، موسم گل و بلبل و آرایش چمنزاران است. در واقع تجلیل از مشاهده جمال و کمال خدا انجلشون باید باشد. یعنی در صورتهای ظاهر موجودات ما جمال و کمال خداوند را مشاهده میکنیم و آن را جشن میگیریم. ولی عارف مثل حضرت مولانا بلخی رحمت الله برداشت معنوی میکنه، چنانچه خودش یک انسان معنوی بوده و مثنویش به مثنوی معنوی مشهور است. میفرمه که خزان نماد نفس و هوای نفس است، که هرچه نفس و هوای نفس تازه بمانه به اون پیمانه روح پژمرده و زار و نزار خواهد ماند. مولانا از قول پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم نقل قول میکنه که عقل و روح آدمیان را انفاس پاک و مطهر انبیا و اولیاء خداوند مانند باد و بارش بهاران روحانیت و معنویت است، که ارواح خزان زده پژمرده و افسرده آدمیان را حیات مجدد، تراوت، تازگی و شادابی میبخشد. لحاظا از این بهار خود را محروم نسازیم و مشتاق این آیت شریف که در قرآن کریم خدا جل شانه سوره انفال آیه 24 میفرماید که یا الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای مؤمنین، چون خدا و پیامبر شما را به چیز فرا خواند که به شما حیات میبخشد آن را اجابت کنید یا بپذیرید. و همو شعر مولانا را خدمتتان به قرات میگیرم و دارستم خسته کنه شبرتان. گفت پیغمبر سرمای بهار، تن ما پوشانید یاران زین هار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند. وقت فصل بهار می درختان را زنده میکند. فلحاظا ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم که میگه همو باده که در سرمای بهار میوزه، او در حقیقت انفاس پاک اولیای خدا و انبیای حق است. راویان این را به ظاهر بردن، کسایی که روایت میکنند در همیشه بر قیل قال چسبیدن، این را به ظاهر تحلیل کردن یا توجیه کردن. راویان این را به ظاهر بردن، هم بران صورت قناعت کردن. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست.
پس به تعویل این بود که انفاس پاک، یعنی اگر ما حقیقتاً تعویل میکنیم انفاس پاک چون بهار است حیات برگ و تاک، یعنی انفاس پاک اولیای حق مثل بهار است که همه موجودات را زنده میکنه، دلهای مرده و پژمرده را زنده میکنه و به برگ و تاک یا به روح انسان حیات میبخشد. از این که انسان با وجود تماشای این همه نعمتهای رایگان ناسپاس میگردد، خدا تنبیهن او را مخاطب قرار میده که میفرماید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، سوره بقره آیه 28. چگونه به خدا کافر میشد، ناسپاس میشد، در حالی که شما مردگان و اجسام بیروح بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما را میمیراند و بار دیگر شما را زنده میکند، سپس به سوی بازگردانده میشود. آبه که خدا جلشون در سوره ببخشنده در سوره بقره آیه 164 نیست، خدا جلشون میفرماید که آبه که خدا از آسمان فرو فرستاد و با آن زمین را پس از مردگی زنده کرد و از هر جنبنده در آن پراگنده ساخت و گرداندن بادها و ابر رام شده میان آسمان و زمین نشانه های از برای مردمی که خرد را به کار میره، یعنی تفکر میکنن، که البته تمام تفکرات جناب فیضانی صاحب تفسیری از آیات علمی قرآن عظیم شان است. کسی که در رابطه با آیات تفکری قرآن عظیم شان آگاهی بیشتر داشته باشه، آثار جناب علامه فیضانی را به خصوص جامعه ششگانه را بهتر میتونه درک کنه. و در رابطه با آیات بحث بعد موت، یعنی زنده شدن بعد از مرگ، علامه صاحب یک تفکر داره که را خدمت شما قرائت میکنم. میفرماید که آیا میدانید آن خدایی که هر سال زمین مرده و اشجار و اسما را از بین رفته را به پیش چشم ما حیات نوین میبخشد، بیشک او جل جلو اجساد آدمیان را بعد از مرگ نیز میتواند حیات مجدد بخشد و بر وی جل عظمته هیچ اشکالی ندارد. جام پنجم، اسرار خلقت تا بارگاه عظمت، ارائه دلایل به منکرین وجود عالم بقا. یعنی کسایی که وجود عالم بقا را انکار میکنن، یکی از دلایل است که اقتباس از قرآن عظیم شان شده. به این ترتیب حضرت مولانا بلخی رحمت الله علیه میفرماید که این بهار نوز بعد برگریز هست برهان بر وجود رستخیز. فصول چارگانه از آن را تا آخر لحظات انسان تکرار می شود که انسان باید به حقایق معنوی و معرفتی و توجه نماید و از نعمتهایی که خدا جل شأنه از خاک و آب برمی آرد اظهار سپاس نموده باشد و در ضمن اثبات کننده زنده شدن بعد از مرگ و گذر زمان و عمر انسان است. از دیدگاه معارف اسلام هر روز که در آن معصیت یا گناهی صورت نگیرد روز عید است. جشن نوروز در سرزمین های چون ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، کردستان در نخستین روز سال هجری شمسی تجلیل میشه. همه میدانیم که عید نوروز جز فرهنگ اسلامی نیست، ولی مردمان این سرزمین ها بیش از هزار سال است که این روز را تجلیل میکنن و فتواهای در جهت حرام بودن تجلیل نوروز نیز از جانب یک تعداد علمای ظاهربین صادر میشه. مسلمانان بهتر است معنای دقیق حرام و حلال را علما درک کنند، نه اینکه هر آنچه ملا و طالب گفت بپذیرند. حرام به معنی ممنوع است، ظاهرا به معنی ممنوع است. هر نوع عملی که به روح و جسم انسان و با ایمان انسان مضر تمام شود از نظر اسلام ممنوع است، یعنی حرام است. اما از نظر اصطلاحی حرام از واژه حریم گرفته شده، به معنی پیرامون و گرداگرد و حدود هر چیز را میگن. کعبه شریف را هم مسجد الحرام میگن، چون ورود کافران به حدود و حریم یا پیرامون حرم شریف ممنوع است و انجام دادن گناه و جرم جنایت نیز در حرم کعبه ممنوع است، یعنی حرام است. همین گونه روح و جسم انسان نیز حدود و حریمی دارد که ورود بسیاری چیزهای مادی و معنوی و روح و جسم ضرر وارد می نمود. لحاظا شرع اسلام او را ممنوع قرار داد، یعنی حرام قرار داد که انسان چدن باید او را خودداری کند. لفظ حلال به معنی جایز، روا و حل کننده است. مثلا ما میگیم که الکل حلال بسیاری مواد کیمیایی است، یعنی در خود حل می سازد بسیاری چیزها را.
و از نظر معنوی یا معرفتی به این معنا که یعنی هر آنچه در جسم و روح قابل حل باشد، یعنی روح و جسم آن را بپذیرد، حلال گفته می شود. و حال ایره شما مطابقت بتین با فصل بهار، قسمی که من از دیدگاه معرفت اندیشانه و معنوی خدمت شما عرض کردم که آیا با روح انسان سازگاردار نداره این نوع دید یا دیدگاه. و چیزی که حرام است گفتیم، مثلا خوردن شراب به دلیل حرام است که نه تنها از نظر جسمانی به انسان ضرر وارد میکند، بلکه از نظر عقلی و روحانی نیز انسان را متضرر میسازد. دزدی و رشوت از آن جهت ممنوع است که عمل شیطان است و شیطان من حیث یک میکروب معنوی است که با دخالت خود در عمل انسان پول یا مال داره حاصله را ملوث و مفسد میسازد، که انسان وقتی بر استفاده میکند با امو مفسده و لوس روح خود را ملوث و مفسد و بیمار میسازد، که اثرات از این لوس یا فساد روحی در اخلاق و رفتار منفی و مضر انسان برملا میشه. از نظر اسلام اعمال پاک و سچه نزد حضرت باری تعالی مقبول است و اعمال پاک است که انسان به مقام قرب الهی میرساند، و مسلمان از هر عملی که انجام میدهد باید قرب الهی را یا خوشنودی باری تعالی یا رضای حق تعالی را منظور نظر داشته باشد. چنانچه علامه اقبال در این رابطه میفرماید که قلب را از صبغت الله رنگ ده، عشق را ناموس نام و ننگ ده. طب مسلم از محبت قاهر است، مسلم را عاشق نباشد کافر است. تابع حق دیدنش، نادیدنش، خوردنش، نوشیدنش، خوابیدنش. قال را بگذار و باب حال زن، نور حق بر ظلمت اعمال زن. در قوای خسروی در ویش زی، دیده بیدار خدا اندیش زی. قرب حق از هر عمل مقصود دار، قرب حق از هر عمل مقصود دار، تازه تو گردد جلالش آشکار. دیدن و نادیدن مسلمان نیز باید تابع حق باشد، یعنی اینکه خدا در مورد اثبات وجود خود به انسان عمل میکند که با آثار رحمت من نظر کن. این گونه نظر انسان به خدا قریب میسازد و بر نیروی ایمانش میافزاید و سعادت جاودانیش را تامین میکند. لذا مسلمان باید با ظرف نگری عباد معنوی و معرفتی فصل بهار را بنگرد و منظور قرب از آن تحلیل و تجلیل نماید. یعنی هنگام تجلیل روز اول فصل بهار غافل از یاد خدا جل شأنه و نعمتهای او نباشد. به هر موجودی که می نگرد باید جمال و کمال خدا جل شأنه در او تماشا کند تا روحش از فیضات الهی سیراب گردد و ایمانش تجدید گردد. در این صورت است که از بهار و نوروز قسم تجلیل نموده که گناهی را مرتکب نشده، و به دی ترتیب میشه که این روز را عید نوروز نامید. نوروز گرچه در شرع و قرآن به صورت مستقیم ذکر نشده، ولی در آیات عدیده قرآن از فصل گوارای بهار یا فصل زندگی دوباره موجودات یادآوری شده و انسان را به تفکر در نعمت‌های الهی دعوت کرده است که چندین درس عملی را برای انسان می‌دهد. اول درس معرفت است که خداوند جل شأنه در سوره فصلت آیه 53 می‌فرماید که ما نشانه‌های خود را در آفاق انفس برایشان می‌نماییم، یعنی آشکار می‌سازیم تا بر اونا ثابت شود که خداوند جل شأنه بر حق است. و حضرت اقبال صاحب میگه که ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. یعنی قدر مخلوقات را آفریده، جمال و کمال خود را در او به نمایش گذاشته و از طریق از او میخواهی که انسان با خدا جل شأنه ملاقات کنه با مظاهر تجلیات خدا جل شأنه. ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند گرفتار آرزوست. گهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، لاله را که قدر زیبایی میبخشه در دشت برای چی میبخشه؟ برای نظر می، برای دید میبخشه، برای ما انسان ها که ما از روی از او معرفت کسب کنیم. گهی درون سینه مرغان بهای هوست، و سینه مرغان یعنی این حنجره مرغا را که دیزاین کرده و تون آوازش و همچنان نغمه سرایی را به او چه کسی عنایت کرده، چه کسی او آواز زیبا را به او تعبیه کرده. در نرگس آرامید که ببیند جمال ما، در چهره نرگس جمال خود را نشان داد که تا جمال ما را ببینه، چندان کرشمه دان که نگاهش به گفتگوست. این نرگس با انسان گفتگو میکنه، تمام موجودات با انسان گفتگو میکنه. پنهان به ذره ذره و ناآشنا هنوز. خدا جل شأنه بر ذره ذره هستی پنهان است، ولی ناآشنا است، کسی نمیشناسه چون تفکر نمیکنه. پیدا چو ماهتاب و با آغوش کاهوکست،
در خاکدان ما گوهر زندگی گم است. این گوهری که گم شده ماییم یا که است. خداوند دید تعقل و تفکر انسان را متوجه مظاهر از جمال و کمال خود می سازد، چون کسب معرفت نقش حیاتی در جهت تقوی نیروی ایمان و نیروی ایمان در عمل کرده انسان دارد. آثار رحمت الهی را در تغییر شکل خاک ناچیز در قالب میوه‌جات، سبزیجات و انواع نباتات به چشم سر می نگریم. باید با دیدن آن شکر احسان خدا را با حمد و ثنای و تعالی و عبادت و خدمت خلق به جای آوریم. درس هایی که ما از این فصل بهار می گیریم، یکی گفتیم که درس بحث بعد موت است. خدا به مصداق این حق در قرآن کریم در آیه 50 سوره روم می فرماید که پس با آثار رحمت الهی بنگر، فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک الله محیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. پس با آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مرگش زنده می کند. به تحقیق خداوند زنده کننده مردگان است و او بر هر چیز تواناست. رویش دوباره موجودات از سبز شدن سطح زمین در فصل بهار تشبیه به زنده شدن بعد از مرگ برای انسان است. وقتی در موسم زمستان سطح زمین سرد و مرده به نظر می آید و با کفن سفید برف پوشیده شده، با فرارسیدن موسم بهار به امر کن فیکون خداوند سرما کوچ کرده، کفن سفید برف نیز از روی موجودات برداشته شده و زنده جان ها ای که در زمستان سرد و جامد و بی حرکت و مرده بودند حیات مجدد یافته و از زیر خاک سر بر می آورند. بدین وسیله خداوند درس معاد را توسط ظهور بهار به آدمیان می دهد. یعنی در این آیت فوق که ذکر کردیم، زنده شدن انسان پس از مرگ بر رویدن گیاه در زمین بعد از خشکی و مردگی آن تشبیه شده. از این رو تعامل و دقت در این پدیده که هر سال جلو چشمان همه انسان ها واقع و تکرار میشه کافی است که به امکان زنده شدن دوباره انسان پس از مرگ پی ببرند که روز مانند همین موجودات دوباره به حضور خدا جلشون زنده میشن و حشر میشوند و به محاسبه اعمالشون پرداخته میشن. در واقع آنچه موجب ساده شمردن ای پدیده و غفلت از اهمیت آن شده، عادت کردن مردم به دیدن آن و ترک تعالیم قرآن عظیمشان و تعالیم اولیای خداوند است. و اگر نه، زنده شدن مجدد موجودات در فصل بهار فرق با زنده شدن دوباره انسان بعد از مرگ ندارد، عین چیز است. و قرآن کریم برای دریدن ای پرده غفلت یا عادت مکررن توجه مردم را به این پدیده جلب و رستاخیز را به او تشبیه میکنه. میفرماید که والله الذی ارسل الرياح فتسير صحابا فسقناه الى بلد ميت فاحييناه به الارض بعد موتها كذلك النشور. آیه 9 سوره فاطر. خداست که بادها را فرستاد تا ابرها را برانگیزند و ما آنها را به سرزمین های مرده میرانیم و زمین مرده را با آن زنده میکنیم. زنده گشتن در روز قیامت نیز چنین است. چهارم درس محاسبه اعمال است، چون یادآوری زنده شدن بعد از مرگ و محاسبه اعمال در کنترل اعمال و تکامل شخصیت اخلاقی انسان نقش خیلی حیاتی و سازنده داره. چنانچه ترس از عدل الهی نیز بر کنترل جرایم بشر خیلی ها مؤثر است. یادآوری روز حشر و زنده شدن دوباره آدمیان و محاسبه اعمال نیز در جلوگیری اعمال زشت انسان و گناه انسان نقش ارزنده و حیاتی دارد. پس نوروز و فصل بهار را به خاطر لذت نفسانی نه، بلکه به خاطر لذت روحانی و عبادت تفکر و کسب معرفت الهی باید تجلیل کرد و با حمد و ثنا و ذکر الهی شکر این نعمت عظمای الهی را به جای آورد. این گونه تجلیل نه تنها منفعت دنیایی دارد، که منفعت روحانی و اخروی نیز دارد. هر روزتان نوروز و نوروزتان میمون و مبارک باد. خدا حافظ. د علامه فیضانی رحمت الله علیه د فرهنگی مرکزونو خبرتیا. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم. الآیه. ترجمه: چاچ یو ناوړ عمل تر سره کړ او تیاره شو نفس دی، هغه بیا یې له خدای جل جلاله څخه بخښنه وغوښتله، پیدا بکړي لوی خدای
بخونکی او ډیر مهربان. دلوی خدای جل جلاله د درگاه په وړاندې په ګران هیواد افغانستان او بهر کې د ټولو وطنوالو ډلهیز استغفار کمپین په لاره اچول شوی. دغه عمومي بلنه د موقف، مقام او سیمې له توپیره پرته ټول وطنوال د یوه ډلهیز استغفار لوري ته رابولي. موږ په دې باور لرو چې که انسانان له تیریو او ګناهونو پرهیز وکړي او نورو ته له زیان رسولو ډډه وکړي، په یقیني توګه لوی او مهربان خدای جل جلاله به په نوموړي قام او ولس باندې خپل بې پایانه رحمت نازل کړي او د هغوی دنیوي او اخروي ژوند کې به د نیکمرغۍ او سعادت تغییر او بدلون راولي. نو راشئ د استغفار او د الهي رحمت د غوښتلو په واسطه په خپل سرنوشت کې مثبت بدلون رامنځته کړو. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تشکری میکنم از کانون علامه فیضانی صاحب که یک برنامه و کمپاین استغفار ملی را در سراسر افغانستان عزیز ما براه انداختند. واقعا اینها فکر کردند و جستجو کردند که رای حل دست دراز کردن به هر طرف نیست، رای حل زدن دروازه هر کس نیست، رای حل مشکلات افغانستان عزیز ما است. ما همگان توبه و رجوع به سوی الله بکنیم و همگان ما دروازه رحمت الله را تک تک بکنیم. الله فرمود است ولا تقنطوا من رحمت الله، و شما ناامید از رحمت الله جل جلاله نباشید و نشوید. واقعا حل مشکل افغانستان و اجابت دعا و همچنین قبولیت توبه، قبولیت استغفار، این هم از رحمت های الله است. ما از رحمت الله جل جلاله ناامید نیست، ما با امید رحمت الله جل جلاله و امید داریم که به برکت استغفار، به برکت این برنامه اسلامی، به برکت این یک کمپاین استغفار ملی، خدای جل جلال این 40 ساله مشکلات افغانستان را دور بسازد. Faizani International is proud to present the first of its 2021 webinars on Zoom. Please join us for an hour event featuring two teachers from Faizani International. Speaker Umar Farshouri will be presenting a historical analysis of the influential scholar and national treasure Maulana Faizani and his efforts in providing stability and guidance during Afghanistan's turbulent past. Our other speaker, Muhammad Shaddu, will provide meaningful insights regarding the Islamic approaches to spiritual globalism. What is Islam's role and what are its teachings when it comes to functioning in a global society? Brother Shaddu will explore these ideas and much more. So please come and join us on Zoom Saturday, March 27th at 1 p.m. Central Standard Time for an exploration of these timely and meaningful topics.